احمد مسعود برای قیام عمومی فراخوان داد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی 8 صبح، احمد مسعود برای قیام عمومی فراخوان داد. 8 صبح، کابل. احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی در نخستین پیام خود پس از ورود طالبان به پنجشیر مردم را به قیام عمومی فراخوان داد. مسعود در این پیام صوتی که روز دوشنبه 15 سنباله در صفحه فیسبوکش نشر کرده، از مردم خواست که با هر شیوه و ابراز ممکن قیام کنند. فرمانده جبهه مقاومت ملی در این پیام میگوید که اعلامیه عالمان دین از سراسر کشور را نهایی دانسته و با آن لبیک گفت. عالمان دین خواهان توقف جنگ در پنجشیر شده بودند. احمد مسعود میگوید که طالبان اما خلاف این اعلامیه از شب گذشته به این سو حملات خود را بر پنجشیر شدت بخشیده اند و در اثر این حملات شمار زیادی از جمله بخشی از اعضای خانواده او کشته شده اند. او طالبان را متهم کرد که به هیچ ارزشی باور ندارند. مسعود می گوید که جبهه مقاومت به خاطر دفاع از سلامت استقلال و عزت مردم افغانستان مقاومت خود را آغاز کرده. احمد مسعود گفت اتفاقاتی که امروز در افغانستان در جریان است تصویر کوچک از آینده این کشور است و گفته او در این تصویر بیگانگان می خواهند با کمک افراد خود افغانستان را عقب مانده، تاریک، دور از فرهنگ، هنر و اتحاد و در انزوای اقتصادی و سیاسی نگه دارند. نه کسی با ما کار داشته باشد و نه سیاست و برنامه. مستقل خود را طرح و اجرا کند. رهبر جبهه مقاومت ملی می گوید که حمله تازه طالبان بر پنجشیر نشان داد که نیروهای بیگانه همسو و در کنار طالبان علیه مردم قرار دارند. او از مردم خواست که قیام عمومی را به خاطر عزت و سربلندی و آزادی وطن آغاز کنند و هر کس به هر شکل می تواند فریاد حیات من الذی را سر دهند. مسعود گفت که از همه کسانی که مقاومت گر هستند و یا مثل زنان در کابل و هرات صدای دادخواهی بلند کردن و یا هم کسانی که در بیرون از کشور تظاهرات کرده اند حمایت می کند. احمد مسعود گفت خواهش ما این است که هر خواهر و برادر ما که در هر گوشه کشور هستند و هر شکلی که می تواند برای نجات وطن از آن تصویری که بیشتر گفته شده با پا برخیزند، قیام و مقاومت کنند. کسانی که به شکل مبارزه مسلحانه می توانند ما در کنارشان استادگیم. کسانی که تظاهرات می کنند ما صدایشان می شویم و در کنارشان هستیم و از آنها حمایت می کنیم و برای نجات وطن تا آخرین لحظه در کنارشان استاده هستیم. مسعود در بخش دوم سخنان خود جامعه جهانی را مخاطب قرار داد و گفت که متاسفانه فرصت غلطی را به طالبان داده اند و آنها جرأت سیاسی پیدا کردند تا به دنیا این قسم نشان بدهند که تغییر کرده اند. او گفت که طالبان تغییر نکرده اند بلکه ظالمتر، قسی‌القلب‌تر، افراطی‌تر و متعصب‌تر شده اند. احمد مسعود تأکید کرد که مردم افغانستان دنیا و همسایگان خود را
نظارت می کنند و قضاوت آنها را می بینند که کدام کشور دوست واقعی مردم افغانستان است و یا کدام کشورها در کنار طالبان قرار می گیرند. رهبر جبهه مقاومت ملی در بخش سیوم پیام خود خطاب به کسانی که در صفوف طالبان کار می کنند گفت که هنوز فرصت دارند که از مردم حمایت کنند. احمد مسعود همچنان گفت که به زودی سخنگوی جدید جبهه مقاومت ملی معرفی می شود و راه قربانیان این جبهه را ادامه می دهد. مسعود گفت که تا آزادی مردم افغانستان به مبارزه خود ادامه می دهد و هیچ نیروی نمی تواند در برابر اراده مردم استاده شود. طالبان اعلام کردند که همه مناطق ولایت پنجشیر را تصرف کرده اند. جبهه مقاومت سکوت ولایت پنجشیر را تایید نمی کند و در نبردهای پنجشیر افراد زیادی کشته و زخمی شده اند که تاکنون شمار دقیق آن اعلام نشده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه